بسم الله الرحمن الرحیم. دوست عزیز، امیدوار هستم دارای ساعت کامل باشین. به همین امیدواری دوست عزیز، یکی از درس های دیگه خود را آغاز میکنیم که عبارت از Network Load Balancing است. خوب دوست عزیز، حالا Network Load Balancing و یا NLB چیست؟ توجه داشته باشین دوست عزیز که ما توسط به قابلیت Network Load Balancing میتونیم که چندین دانه سرور در یک گروه اضافه کنیم و یا شامل یک گروه بسازیم که او گروه ما به نام NLB Cluster یاد میکنیم و تمام سرورهای موجود در داخل یک NLB کلاستر میتونن خدمات یکسانی را برای کلاینت هایی که در داخل شبکه و یا خارج شبکه وجود دارن ارائه کنن. پس دوستای عزیز، ما به خاطر واضح ساختن Network Load Balancing ما به یک مثال ضرورت داریم که تشریح بکنیم تا یک خوبتر شما موضوعات بگیریم. خوب دوستای عزیز، حالا شما در یک قسمت یک مثال را واضح میبینیم که ما چند دانه سرورها داریم و ما تانستیم این سرورها را شامل یک گروه بسازیم که به نام NLB کلاستر است. پس دوست عزیز، تمام کارمندهایی که به داخل شبکه و یا خارج از شبکه وجود دارند میتونن از طریق NLB کلاستر از خدمات از این سرورها استفاده بکنن. پس قابل یادآوری است دوست عزیز که ما همچنان گفتیم سرورهایی که داخل یک NLB کلاستر میباشند باید خدمات یکسان را فراهم کنند. یعنی شما میبینید در اینجا سرورهای فعلی ما به عنوان وب سرور و داخل شبکه ما شما کار میکنند. یعنی ما وبسایت کمپانی را به داخل از اینا پابلش کردیم یا اضافه کردیم و تمام کلاینت هایی که به داخل شبکه و یا خارج از شبکه وجود دارن میتونن از وبسایت فعلی از شبکه ما از طریق NLB کلاستر دسترسی داشته باشن. پس دوست عزیز، اگر شما قصد داشته باشین یک سرور دیگه به داخل شبکه قرار بدید و این سرور فعلی خدمات FTP را برای کارمندا فراهم کنند، پس این سرور فعلی را شما نمیتونید که شامل از این گروه بسازید، چون سرور فعلی خدمات مختلف میتونه ارائه بکنه. پس دوست عزیز، اگر شما چندین دانه FTP سرور به داخل شبکه دارین و شما میتونید بر از اون FTP سرورها به شکل جداگانه یک NLB کلاستر دیگه ایجاد بکنید و سرورهای FTP را شما شامل NLB کلاستر جدید بسازید. امیدوار هستم که این موضوع را شما گرفته باشید. پس باید داشته باشیم که تمام سرورهایی که شامل یک گروپ میسازیم برشان یک NLB کلاستر ایجاد میکنیم باید خدمات یکسانی را برای کلاینت ها فراهم کنیم. خب حالا با راه اندازی کردن یک NLB کلاستر در حقیقت دوستای شما میتونید بار و یا ترافیک بالای سرورهای موجود در داخل یک NLB کلاستر تقسیم کنید. یعنی به این معنی دوست عزیز، ببینید شما در داخل شبکه خود یک دانه سرور دارید، از چند دانه سرور استفاده نکردید و این سرور فعلی فقط خدمات وب برای کلاینت ها میده. یعنی به این معنی که ما وبسایت کمپانی را به داخل از این اضافه کردیم و تمام کلاینت ها میخواین که در این زمان از وبسایت کمپانی استفاده بکنن و شما میبینید که کدام NLB کلاستر هم وجود نداره. حالا تمام کلاینت ها مجبور مکلف هستند که ریکویست یا درخواستی خود را به خاطر دسترسی به وبسایت کمپانی به یک سرور روان بکنند و در اینجا میتونه که بعض اوقات لود و یا مشکلات ترافیکی بالای از این سرور بسیار زیاد بالا باشه. یعنی به این معنی که اگر تعداد یوزرها بالا باشه شاید این سرور فعلی بر از این یوزرها رسپانس و یا جوابگو نباشه. پس در اینجا دوست عزیز، شما میبینید که ما با مشکلات مواجه شدیم و همچنان اگر این سرور فعلی بنابر هر مشکلات اگر مشکل پیدا میکنه، ببینید تمام کارمندایی که در داخل یک شبکه هستن نمیتونن دیگه از خدمات از این سرور استفاده بکنن. پس یک سیستم ادمنستریتور مجبور و مکلف است که در هر حالت شبکه خود را فعال نگاه بکنه. پس ببینید به جای یک سرور یک سیستم ادمین از چند دانه سرور استفاده میکنه که در یک قسمت شما میدونید که چند دانه سرور داریم و این سرورها باز هم خدمات وب برای کلاینت ها میدن و یک NLB کلاستر را برام میندازه و تمام سرورها را شامل یک گروه میسازه و در اینجا تمام کارمندهای کلاینت هایی که به داخل شبکه یا خارج از شبکه هستند به خاطر دسترسی به وبسایت کمپانی مجبور و مکلف است که درخواستی خود را به NLB کلاستر روان بکنن تا یک از طریق NLB کلاستر بتونن از خدمات از این سرورها استفاده بکنن.
حالا وقتی که ریکویست یا درخواستی از این کلاینت ها به NLB کلاستر میرسه و در داخل NLB کلاستر یک الگوریتم از کار میکنه و تصمیم میگیره که ریکویست چندان از کلاینت ها را به طرف یک سرور روان بکنه و ریکویست چندان از کلاینت ها را به سرور دومی روان بکنه و همه قسم هیچ گاه در ایالت یعنی لود یا مشکلات ترافیکی در داخل یک شبکه ایجاد نمیشه و سرورها میتونن بر راحتی جوابگو باشن در مقابل از این کلاینت های فیلی. و در این حالت اگر یک سرور بنابر هر مشکلات از بین میره، توجه داشته باشین دوستای عزیز که در این حالت باز هم به داخل NLB کلاستر الگوریتم کار میکنه که تمام درخواستی از کلاینت ها را به طرف یک سرور روان میکنه و خدمات سرور دو میتونه برای کلاینت ها ارائه کنه. تا زمانی که یک سیستم ادمنستریتور سرور اولی را به حالت اول برگردانه تا اینکه تمام کلاینت ها دوباره درخواست خود را وقتی که NLB کلاستر روان میکنن و درخواست کلاینت ها بین سرورهای موجود در داخل NLB کلاستر تقسیم شود تا اینکه از لود و یا مشکلات ترافیکی در داخل شبکه جلوگیری شود. و این مثال شما بر راحتی در مثال سیم دیده میتونید دوستان عزیز ببینید که ما یک تعداد از کلاینت ها را داریم و این کلاینت ها به خاطر دسترسی به وبسایت مجبور و مکلف هستند که درخواست خود را به NLB کلاستر روان بکنند و در جمع می‌بینیم که یک وب سرور ما فعلا داون است، یعنی دولت داون قرار گرفته و نمیتونه که خدمات وب برای کلاینت ها ارائه کنه. پس در این صورت دوستان عزیز می‌بینیم که NLB کلاستر توسط به الگوریتمش تمام درخواستی از یوزرها را به طرف وب سرور دوم ارسال میکنه و از طریق سرور دوم خدمات برای زینا ارائه میکنه تا تمام کلاینت ها بتونن به شکل مخفیانه از وبسایت استفاده بکنن تا یک سیستم ادمنستریتور سرور اولی را به حالت اول برگردانه. وقتی که به حالت اول برمیگرده دوباره NLB کلاستر توسط به الگوریتمش تصمیم میگیره که درخواست های از کلاینت ها را بین سرورهای موجود در داخل NLB کلاستر تقسیم کنه تا اینکه از لود و یا مشکلات ترافیکی در داخل یک شبکه جلوگیری شود. موضوع دیگه که قابل ذکر است او ای است که زمانی که ما یک NLB کلاستر را برام اندازیم باید یک IP و یک نام برش اختصاص بدیم و یا قرار بدیم، چون از طریق ازنمی IP و از طریق ازنمی نام تمام کلاینت هایی که به داخل شبکه های خارج از شبکه وجود دارن میتونن با NLB کلاستر ارتباط برقرار بکنن، یعنی درخواستی های خود را از طریق IP و از طریق نام به NLB کلاستر ارسال بکنن. و موضوع دیگه از این قرار است که شما توجه داشته باشید که تمام سرورهای موجوده به داخل NLB کلاستر به نام هاست یاد میکنن و توجه داشته باشید که شما زمانی که یک NLB کلاستر ایجاد میکنین از دو هاست الا 32 هاست شما میتونید که شامل یک گروه بسازید، یعنی به این معنی که اگر در داخل شبکه شما 32 دانه وب سرور دارید شما میتونید که 32 دانه وب سرور را شامل یک NLB کلاستر بسازید. از دو کمتر نمیشه و از 32 اضافه تر نمیشه. بعضی از نیازهای در هاردویر وجود داره و بعضی از نیازهای در سافتویر وجود داره که ما باید مد نظر بگیریم به خاطر برآ انداختن یک NLB کلاستر. حالا دوستای عزیز نیازهای هاردویر چیست؟ شما دوست عزیز توجه داشته باشین که حالا اگر قصد دارین یک NLB کلاستر برا انداختین فقط میتونین که شما در داخل یک NLB کلاستر از دو هاست الا 32 هاست اضافه بکنید، یعنی به اونا که الا 32 سرور شما میتونین که شامل یک NLB کلاستر بسازید یا 32 هاست میتونین که شامل یک NLB کلاستر بسازید. از 32 یعنی هاست اضافه تر نمیتونین که شما شامل یک NLB کلاستر بسازید. خب دوست عزیز موضوع دیگه از این قرار است که اگر شما تعداد سرورهایی که به داخل شبکه وجود داره و این سرورها را قصد دارین که شامل یک NLB کلاستر بسازین توجه داشته باشین که سرورهای فیلی باید شامل سبنت یکسان باید باشن، یعنی طور نباشن که یک سرور ما شما IPش از کلاس C باشه 192.168.1.1 باشه و وب سرور دیگه ما یا سرور دیگه ما از کلاس A استفاده بکنن. باید دوستای عزیز سرور فیلی ما، یعنی تمام سرورهایی که میخواین شامل یک NLB کلاستر بسازین باید از سبنت یکسان استفاده کنن، یعنی سرور فیلی هم باید IPش چند باشه
192.168.1.2 باشه. میشه طوری باشه که تمام سرورهایی که داخل شبکه وجود داره این سرورها از یک کلاس آی پی استفاده کنند، اما توجه داشته باشین که میشه اونمو کلاس آی پی را و یا اونمو نتورک ما سبنتین کرده باشیم. باز هم کوشش کنید دوست عزیز که سرورهایتان شامل یک سبنت باشه، یعنی از یک سبنت استفاده کنند. کسایی که مفهوم و مطلب این درس نتونستن گرفته توجه داشته باشین شما دوست عزیز که حتما شما در سبنتین مشکل دارید، در کانال ما مراجعه بکنید، ویدیوهای در مورد سبنتینگ ثبت شده و شما اون ویدیوها را تعقیب بکنید. بعدا شما این موضوع را کاملا گرفته میدانید. و موضوع دیگه از این قرار از دوستان، شما زمانی که قصد دارید سرورهای فیلی را شامل یک NLB کلاستر بسازید، هر سرورتان باید حداقل دارای یک کارت شبکه باشه. خب دوست عزیز، حالا نیازهایی که در سافت‌ویر وجود داره توجه داشته باشید دوست عزیز. اگر شما تعداد سرورهایی که در داخل شبکه دارید و میخواین شامل یک NLB کلاستر بسازین، حداقل به داخل سرورهای فیلی مایکروسافت سرور 2008 باید نصب و یا انستال بکنید. به خاطر از اینکه از سرور 2008 به پایین قابلیت NLB کلاستر وجود ندارد، باید به داخل سرور فیلی مایکروسافت سرور 2008، 2012، 2016، 2019 را نصب کنید. و توجه داشته باشین دوست عزیز که برای سرورهایتان برای هر کارت شبکیش شما آی پی آدرس ها به شکل استاتیکلی یا منوالی شما اضافه کنید. اگر در داخل شبکیتان اگر کدام دی سی پی سرور دارین، سرورهایی که شامل یک NLB کلاستر میشه توجه داشته باشین که از دی سی پی باید آی پی به شکل اتومات نگیره، شما خودتان به شکل دستی یا استاتیکلی آی پی را شما میتونین اساین کنین برای هر سروری که شما شامل یک NLB کلاستر میسازید. امیدوار هستم در راه اندازی NLB کلاستر این موضوعات کاملا مد نظر بگیرید تا اینکه باشه از یک NLB کلاستر موفقانه استفاده کنید و یا به شکل موفقانه برا بندازید. حالا موضوع بالای NLB کلاستر آپریشن مود است. توجه داشته باشین دوست عزیز، اگر شما در داخل شبکه‌تان یعنی چند دانه سرور داریم و این سرورها خدمات وب میده و حال شما میخواین که یک دانه NLB کلاستر را برا بندازید و حالا دوست عزیز شما میبینید که هر سرور شما فعلا دارای یک کارت شبکه هست و هر کارت شبکه دارای یک آدرس فیزیکی مک میباشه دوست عزیز. و شما زمانی که یک NLB کلاستر را ایجاد میکنین توجه داشته باشید دوست عزیز که با ایجاد کردن یک NLB کلاستر میتونه یک مک آدرس مجازی به وجود بیاید، یک مک آدرس مجازی به وجود میآید. حالا دوست عزیز شما میبینید که هر کارت شبکه دارای یک مک آدرس فیزیکی است، پس NLB کلاستر میتونه دوست عزیز توجه داشته باشین که میتونه مک آدرس مجازی را به جای مک آدرس های فیزیکی از اینا جابجا بکنه. پس دوست عزیز ما شما توسط به NLB کلاستر آپریشن مود میتونیم مشخص کنیم، میتونیم تعیین بکنیم که مک آدرس مجازی چگونه یا به چه صورت به جای مک آدرس های فیزیکی قرار بگیره. پس شما میتونید از این قسمت تعیین بکنید که مک آدرس های مجازی چگونه یا به چه صورت به جای مک آدرس های فیزیکی برای هر هاست که در داخل NLB کلاستر وجود داره قرار بگیرن. خب توجه داشته باشید، حالا اگر شما قصد دارین یک NLB کلاستر برا بندازین، در جریان برا انداختن NLB کلاستر شما با NLB کلاستر آپریشن مود مواجه میشید و شما میتونید NLB کلاستر آپریشن مود در سه وضعیت انتخاب کنید، یونیکاست، مالتی کاست و همچنان IGMP. و دو موضوع از این بسیار زیاد مهم است که ما در این ویدیو آموزشی بالایش بحث میکنیم که شما اگر NLB کلاستر آپریشن مود در وضعیت یونیکاست میگیرین دلیلش چی است، و اگر شما NLB کلاستر آپریشن مود در وضعیت مالتیکاست میگیرین دلیلش چی است. در سلاید بعدی بالای هر یکی از شما بحث میکنیم. خب دوستان، حالا شما میبینید سناریوی یونیکاست. قبل از اینکه سناریو را شروع کنم دوست عزیز توجه داشته باشید که سرورها بین یکدیگر یک پکت را روان میکنن به عنوان اپدیت یکدیگر، یعنی از وضعیت یکدیگر باید با خبر باشن.
که کدام از این فیرن اپ است، کدامش داون است، کدامش خدمات داده میتونه، کدامش خدمات داده نمیتونه. در این صورت اینا مجبور مکلف هستن که به خاطر اپدیت خود یک پکت ارسال بکنن. این سرور بررسی دوام میکنه و این سرور بررسی دوام میکنه. توجه داشته باشین که هی پکت هر یک ثانیه بعد انجام میشه بین سرورها در داخل یک NLB کلاستر. خب حالا دوستان شما در سناریو یونیکاست واضحاً میبینید که به ما ریکامند یا پیشنهاد شده که حداقل هر سرورتان باید دارای دو کارت شبکه باشه. حالا دوستان اگر هر سرور ما دارای یک کارت شبکه باشه ما با چی مشکلاتی مواجه میشیم؟ خب دوستان ببینید در این قسمت ما دو دانه سرور داریم. درست؟ و ما یک NLB کلاستر ایجاد کردیم و سرورها را شامل این گروه ساختیم یا شامل NLB کلاستر ساختیم. و در یاره دو سایز شما وقتی که یک NLB کلاستر ایجاد میکنید متوجه باشین که یک مک آدرس مجازی ایجاد میشه و NLB کلاستر میتونه مک آدرس مجازی را به جای مک آدرس فیزیکی برای هر کارت شبکی از سرورها اساین کنه، یعنی قرار بده. و در یاره شما میبینید که مک آدرس های فیزیکی هر سرور دو سایزیست در حالت دیسیبل قرار میگیره و NLB کلاستر مک آدرس مجازی را به تعداد سرورهایی که در داخل NLB کلاستر وجود داره اساین یا قرار میده. و در اینجا شما میبینید که تمام سرورهایی که وجود داره در داخل NLB کلاستر مک آدرس هایشان مساوی میشن و از طریق مک آدرس مجازی فقط سرورها میتونن خدمات برای کلاینت ها ارائه کنن. اما راه دیگه وجود نداره که بتونن پکت اپدیت بین یکدیگر روان بکنن، یعنی نمیتونن پکت اپدیت روان بکنن تا اینکه از وضعیت یک دیگه خبر شود. پس در این شما دو سایز میبینید که NLB کلاستر ما دوچاره مشکل شد و ما مجبور مکلف هستیم که در سناریو یونیکست برای هر سرور دو NIC کارت یا دو کارت شبکه را مد نظر بگیریم. خب حالا توجه داشته باشین به سناریوی دوم دوست عزیز. شما در اینجا میبینید که ما بر هر سرور دو کارت شبکه داریم و سرورهای فیلی را ما شما میبینیم که یک NLB کلاستر برشان ایجاد کردیم و سرورهای فیلی را شامل یک NLB کلاستر ساختیم و در اینجا شما میبینید که با ایجاد کردن یک NLB کلاستر یک ورچوال مک یا مک آدرس مجازی به وجود آمده. توجه داشته باشین که مک آدرس مجازی به جای مک آدرس فیزیکیه کارت شبکه اول از این سرور قرار میگیره و مک آدرس فیزیکی NIC اول یا کارت شبکه اول غیر فعال میشه و کارت شبکه دوم ما که هست دو سایز شما میبینید که دارای فیزیکال مک آدرس است و همه قسم NLB کلاستر مک آدرس مجازی را بالای یکی از کارت های شبکه سرور دوم قرار میده و مک آدرس فیزیکیش را غیر فعال میکنه و در جمعی بینیم که کارت شبکه دومش باز هم دارای مک آدرس فیزیکی از دوست عزیز. حالا دوست عزیز توجه داشته باشیم که از طریق ورچوال مک از طریقش کارت شبکه اولی این سرورها میتونن خدمات برای کلاینت ها ارائه بکنن و از طریق فیزیکال مک آدرس یعنی کارت های شبکه دوم میتونن که به خاطر اپدیت یک دیگه هر یک ثانیه بعد پکت اپدیت بین یک دیگه ارسال میکنن تا اینکه از وضعیت یک دیگه با خبر باشه و در جمع میبینیم که NLB کلاستر هم با هیچ مشکل مواجه نمیشه و میتونن موفقانه کار کنن و خدمات بر کلاینت ها بده و خدمات بر سرورها بده، یعنی بین یک دیگه اینا رو بتونن اپدیت نگاه بکنن. خب دوست عزیز حالا شما سناریوی مالتی کست رو میبینید. دوست عزیز توجه داشته باشین اگر شما در جریان برای انداختن NLB کلاستر NLB کلاستر آپریشن مود در وضعیت مالتی کست انتخاب کنید بعضی از خصوصیات نظر و یونیک کست شما مشاهده میکنید در سناریوی فیلی. ببینید دوست عزیز در مالتی کست سناریو برای ما شما پیشنهاد شده و گفته شده که هر سرورتان دارای یک کارت شبکه باشه. خب دوستا حالا میبینید ما دو سرور داریم و سرورهای فیلی ما هر کدومشان دارای یک کارت شبکه هستند و ما یک NLB کلاستر ایجاد کردیم دوستا عزیز و در جریان ایجاد NLB کلاستر یا در جریان برای انداختن یک NLB کلاستر ما NLB کلاستر آپریشن مود در وضعیت مالتی کست انتخاب کردیم. در این حالت
باز هم یک مک آدرس مجازی به وجود می آید. در اینجا دو سایزیست. NLB Cluster مک آدرس مجازی را با تمام سرورهایی که در داخلش وجود داره با NIC کارت های از اینا قرار می ده یا با کارت های شبکیشون قرار می ده. زمانی که مک آدرس مجازی را با کارت های شبکی سرورها قرار می ده، مک آدرس های فیزیکی از اینا هم در حالت غیر فعال قرار نمی گیرند، در حالت فعال می باشند دوست عزیز. یعنی به این معنا که هر کارت شبکه دارای دو مک آدرس می باشند، یک مک آدرس فیزیکی و دوم هم مک آدرس مجازی. و مثلا شما می بینید که در این سرور هم مک آدرس فیزیکیش هم فعال است و مک آدرس ورچوال یا مجازی یا کلاستر مک آدرس هم یعنی فعال است. پس دوستای عزیز، از طریق مک آدرس مجازی سرورها میتونن برای کلاینت ها خدمات بدن، تا ای که این کلاینت ها بتونن از خدمات این سرورها استفاده کنن، و از طریق مک آدرس فیزیکی میتونن این سرورها یک دیگر را اپدیت نگاه بکنن، یعنی از وضعیت یک دیگر باید با خبر باشن. پس دوستای عزیز، شما میبینید که مالتی کاست از جلا از زایات NIC کارت یا کارت شبکه جلوگیری میکنن. پس ما میتونیم در داخل شبکه اگر NLB Cluster را برام اندازیم وضعیتش مالتی کاست انتخاب کنیم، تا ای که اگر سرورهای ما دارای یک کارت شبکه هستن بتانیم از NLB Cluster به شکل موفقانه استفاده کنیم و به داخل شبکه برام اندازیم. خب دوست عزیز، حالا ما شما بالای موضوع دیگه که در داخل NLB Cluster صحبت میکنیم عبارت از پورت رول است دوستان. حالا اگر شما قصد یک NLB Cluster را برا بندازید در جریان برا انداختن یک NLB Cluster، شما با یک موضوع دیگه روبرو میشید که به نام پورت رول است. و از قسمت پورت رول شما میتونید یا با استفاده از پورت رول شما میتونید که مشخص کنید که چه نوع ترافیک توسط با NLB Cluster کنترل شود، یا NLB Cluster با چه نوع ترافیک های رسیدگی کنه. موضوع از این تعریف ما و شما چیز ببینید دوستان، ما شما میخواییم با مثال واضح بسازیم. ما در اینجا به طور مثال ما چندین دانه سرور داریم و شما یک دانه NLB Cluster ساختیم و سرورهای فیلی را شامل NLB Cluster فیلی ساختیم. و حالا وقتی شما در یعنی NLB Cluster را برا انداختیم، در اینجا با یک موضوع به نام پورت رول شما مواجه شدیم و در اینجا مشخص میکنیم که کلاینت هایی که به داخل شبکه وجود دارند، ای کلاینت ها دوست عزیز از چه پورت استفاده بکنن، یعنی از کدام پورت استفاده بکنن تا ای که بتانن وارد سرورها شوند و از خدمات از این سرورها استفاده کنن. او پورت رول ها کدام چیز دیگه نیست جزی که HTTP و HTTPS. دوست عزیز ترجمه مشخص میکنه که NLB Cluster بتانه اینمی پورت ها را دوست عزیز کنترل بکنن یا به می پورت ها رسیدگی بکنن و کلاینت هایی که میخواین از خدمات از این استفاده بکنن و یک بار چک بکنن و ببینن اگر از طریق از این پورت های تعیین شده میخواستن که وارد شوند اجازه شما میده، در غیر از او اجازه نمیده. و همچنان دوست عزیز ما میتونیم که با استفاده از پورت رول مشخص کنیم که تقاضاهایی که از طرف کلاینت ها با NLB Cluster میرسن چطور یا چگونه یا به چه صورت بین سرورهایی که در داخل NLB Cluster وجود دارن تقسیم شود، یعنی هر سرور چند دانه کلاینت ریکویست دریافت کنه تا اینکه از لود در داخل شبکه جلوگیری شود. این موضوع هم میتونه که از قسمت پورت رول مشخص شود. دوست عزیز، حالا دو تنظیمات را که من در بالا ذکر کردم توجه داشته باشید که تنظیمات از قسمت فیلترینگ مود میتونه انجام شود. پس دوست عزیز، شما میتونید که وضعیت فیلترینگ مود در سه حالت انتخاب کنید، یعنی در سه وضعیت فیلترینگ مود قرار بدید: مالتی هاست، سینگل هاست و دیسیبل دیسپورت رنج. خب دوستان، حالا دلیلش چی است که ما فیلترینگ مود در حالت مالتی هاست، سینگل هاست، دیسیبل دیسپورت رنج انتخاب میکنیم؟ هر یک از اینا رو براتون تشریح میکنم. ببینید دوست عزیز، شما به طور مثال چند دانه سرور دارید باز هم و یک دانه NLB Cluster ما شما میسازید و این سرورها را فعلا شامل NLB Cluster میسازید
و حالا یک تعداد کلاینت ها و داخل شبکه ما شما وجود دارند بسازید و این کلاینت ها تقاضایشان ای است که ما بتانیم از خدمات سرورها استفاده کنیم بسازید. حالا این کلاینت هایی که به داخل شبکه و خارج از شبکه وجود دارند مجبور و مکلف هستند که تقاضاهای خود را یا ترافیک خود را ارسال بکنند با NLB Cluster دوستای عزیز. NLB Cluster. حالا شما اگر NLB Cluster را ایجاد کردیم و در این حالت فلترینگ مود انتخاب کردیم ملتی هاست، توجه داشته باشید که تمام تقاضاهای کلاینت هایی که به NLB Cluster رسیده، تقاضاها را NLB Cluster میتونه که بین هاست ها توزیع بکنه دوستای عزیز. و تمام سرورهای موجود در داخل NLB Cluster یا تمام هاست های موجود در داخل NLB Cluster میتونه در عین زمان با تقاضاهای از این کلاینت ها رسیدگی کنن، یعنی برای اینا جوابگو باشن و میتونه یعنی طور عمل کنه NLB Cluster که کلاینت درخواستش به یک سرور روان بکنه و دو کلاینت یعنی درخواستش به سرور دوم روان بکنه. پس در این دو سایز شما میبینید که به جای یک سرور دو سرور کار میکنه. اگر سرور سیوم هم شامل NLB Cluster باشه، همین باز هم تقاضاها را بین سه سرور تقسیم میکنه. اما دوستای عزیز اگر شما وضعیت فیلترینگ مود در وضعیت سینگل هاست انتخاب کرده باشین، در او حالت دوستای عزیز توجه داشته باشین که تقاضاهای کلاینت ها بین هاست های موجود در داخل NLB Cluster تقسیم نمیشن. تمام تقاضاها به سمت یک سرور ارسال میشه دوستای عزیز و در عین زمان با تمام تقاضاهای کلاینت ها میتونه که یک سرور جوابگو باشه و در اینجا یک سرور خدمات بعد کلاینت ها میده دوستان عزیز. پس در صورتی که سرور فعلی اگر دچار مشکل میشه، بعد تنظیمات میتونه به سرور دو بره یا سرور دیگه بره. و اگر این سرور هم دچار کدام مشکل میشه، میتونه تقاضاهای تمام کلاینت ها و سرور دیگه ارسال شد تا ای که ما بتانیم این سرور ها را در وضعیت یعنی در وضعیت اولی قرار بدیم، یعنی دوباره فعالشان کنیم، مشکلاتشان را حل کنیم. اینه به ایمانا که در ملتی هاست دوست عزیز خلاص براتون میگم که تمام تقاضاها بین سرورهای موجود یا تمام هاست های موجود در داخل NLB Cluster تقسیم میشه. اگر سینگل هاست بگیریم دوست عزیز، تقاضاهای تمام کلاینت ها به سمت یک سرور ارسال میشه و فقط یک سرور برای اینا جوابگو است و در حالتی که کدام مشکل پیدا میکنن، سرور دیگه میتونه به تقاضاهای از این کلاینت ها رسیدگی کنه. و اگر شما دوست عزیز دیسیبل دیسپورت رنج انتخاب میکنید در فیلتر مود، در اونجا دوست عزیز شما متوجه بشین که پورت رول از یعنی غیر فعال میکنه. خب دوست عزیز تشکر از توجهتان، تشکر از حمایتتان، امیدوارم در هر جایی که هستین دارای صحت کامل باشین، جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز این ویدیو آموزش ما و شما ادامه داره. در ویدیو دیگه انشاءالله ما در مورد عملی NLB Cluster صحبت میکنیم که چطور میتونیم به شکل عملی NLB Cluster راه اندازی کنیم به داخل یک شبکه. پس دوستای عزیز به حق ما دعا بکنیم، وقت خوش داشته باشین. الله حافظ و نگهدارشون.